کودکان افغانی که بدون پدر و مادر و یا دیگر اعضای خانوادهشان وارد امریکا می شوند نیاز به کمک دارند. به صورت معمول در چنین شرایط اطفال تحت مراقبت برنامه فاستر کیر قرار می گیرند. یعنی خانواده های امریکایی مسئولیت آنها را برای مدت به عهده می گیرند. آرزو یوسف مسئول نهاد افغان ها را کمک کنید برای کمک به این اطفال تازه وارد افغان تلاش می کند. ما کمک میکنیم که حکومت و که ارگانیزیشن ها که که حکومت کانترکت دارن که این یتیم ها رو ما کمک کنیم. ما امیال از 2000 زیادتر فامیلای افغان پیدا کردیم که امرای ما ساین اپ کردن که میخواین که که این یتیم ها کمک کنن یا رو نگاه کنن. این بسیار گپ کلان است، بسیار مهم چیز است و هر کس میگیم که هر کس که میخواین که افغان ها رو کمک کنه به سیستم رفیجی، هر کس که میخواه یتیما رو کمک کنه به وبسایت ما بره www.helptheafghans.org و ما امروشان کار میکنیم که کل از این چیزها رو فسیلیتیت کنیم. اما آرزو یوسف که از سالها در برنامه های امداد رسانی و رسیدگی به اطفال تحت برنامه فاستر کیر کار کرده است، در تلاش است تا اطفال افغان تحت مراقبت خانواده های افغان در ایالات متحده قرار گیرند. از یک نگاه immediate need این امی دقیقه چی کار است؟ این امی دقیقه خود کار است یک فامیل بگه که ما یتیم اداپت میکنیم یا چیز میکنیم یک سپانسر میکنیم. اما اگر آینده امی سیچویشن آدم سعی کنه بسیار مهم چیز است که با آینده چی بهترین سیچویشن است. نه؟ ما خود ما زیاد ما به امریکا آمدیم به طریق political asylum refugee و کل ما در امریکا بودیم اقلا 30 سال، 40 سال. زیاد نفر هست در کمیونیتی ما در امریکا و در جای های در مملکت های دیگر که دکتر هستک، لایر هستک، بسیار پیش رفته به زندگی در مملکت هستک. سو ما میخواییم که کوشش کنیم که بهترین فامیل ها رو ما پیدا کنیم که اگر یتیما میاین چرا نه که بهترین زندگی رو برای زیاد کمک کنیم که اشراح کنیم. این نهاد از طریق آنلاین زمینه آن را فراهم ساخته تا افغان ها ثبت نام کنند. آرزو میگوید تا کنون حدود 2000 خانواده حاضر به کمک شدند. آرزو همچنان میافزاید که اکثرا در چنین شرایط اطفال ضربه های روحی را تجربه کردند. این یتیما اینقدر تروما را تیر کردن به زندگی خود. در مملکت که جنگ بود کلان شدن. از مادر بابی خود یا مادر بابیشان فوت شده یا گم شده یا هرچی شده. این کل از این تروما است. این کل از این چیزاست که منتال هلت یک کس را افکت میکنه. و بسیار یک لایکلیهود امیز که یا کلان شوند پرابلم داشته باشند به زندگیشان، به درگ داخل شوند، به هوملسنس داخل شوند، زندگی سکسس پیدا نکنند. این بسیار لایکلیهود از این بسیار زیاد است. سو از اون خاطر بسیار مهم است که نه ای که زیاد نفر افغان ها بسیار دل پاک دارن، بسیار قلب خوب دارن، میخواین که از امون دل پاک خود یا قلب خوب خود یک تیم پیدا کنن یا رو نگاه کنن. اما راستی باید واقعا ما فکر از این باید نه از طرف خود باشه که ما چی میخواییم. فکر از این باید باشه که چی به best interest of یتیم هست. آرزو از تمام افغانها در امریکا و سراسر جهان خواهان همکاری است. بسیار ارگنیزیشن های بسیار خوب است در امریکا پر از افغان ها که امیش سال هاست که میخواین که افغان ها رو کمک کنن. این امی بسیار یک وقت مهم است که کل گروپ های افغان ها یک جای بیاید. این نیست که من این کار میکنم تو این کار میکنی. کل ما باید امرای یک دیگه همکاری کنیم و یک جای بیاییم. این امی وقت است که ما میتونیم که امی کل کمیونیتی خود الیویت کنیم، ایوالف کنیم. این امی وقتش است و اگر این امی کار بکنیم و کل ما همکاری کنیم امرای یک دیگه ما میتونیم که آینده افغانستان قوی تر بسازیم. سو این امی خواهش مستک و کل لیدرشپ که در امریکا استک در کل جای دنیا امر ما خواهش میکنم که همکاری کنن. در نهایت تلاش نهاد افغان ها را کمک کنید این است تا اطفال افغان در خانواده های افغان مسکن گزین شوند و آینده خوبی داشته باشند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.